در وسط خلیج مکزیک هستیم، بیش از 100 کیلومتر با آب‌های آمریکا فاصله داریم و تونستیم با فناوری استارلینک الان به شما ضبط کنیم با کیفیت بسیار بالا. خانم و آقایان، این رو در تلویزیون ایران اینترنشنال شما برای اولین بار می‌بینید. پشت سر من تانکر سوئز راجان هست. در خلیج مکزیک مثل پیدا کردن یک سوزن در بار کاه بود. بارها و بارها برخوردیم به تانکرهای دیگری که فکر می‌کردیم سوئز راجان هستن، چون دقیقاً مشخص اساتش رو نمیدونستیم، هول و هوشش رو میدونستیم و بالاخره موفق شدیم این سوزن رو در بار کاه پیدا کنیم. همینجور که میبینید اگر دقت کنید کشتی مشخص است که اون بخش قرمزش به شدت زیر آب هست، نشان دهنده این است که کشتی سنگین هست، پر از بار نفت هست. و اینجا الان وزارت دادگستری آمریکا که بعد از یک سال سوئز راجان رو با اینکه اطلاعاتش رو داشت، توسط ابتدا مشخصات سوئز راجان و اینکه چگونه با سیستم تانکر به تانکر نفت جمهوری اسلامی رو از یک تانکر دیگری به نام ویرگو که از جزیره خارک بندر در جزیره خارک بارگیری کرده بود، اومده بود کنار آبهای سنگاپور، اونجا با راجان تانکر به تانکر میکنه. ابتدا وزارت دادگستری آمریکا خبردار شد از طریق سازمان اتحاد علیه ایران اتمی و بعد هم یک سال بیشتر طول کشید برای وزارت دادگستری دولت بایدن تا بخواهد بالاخره این نفتکش رو توقیف بکند. حدوداً دو ماه پیش در ماه اپریل، آخر ماه اپریل، دستور داد وزارت دادگستری آمریکا که سوئز راجان به سمت آبهای آمریکا بیاد. آمده است در نزدیک بندر گلوستن در ایالت تگزاس و ما نمیدونیم دقیقاً چرا اینجا لنگر انداخته است سوئز راجان. کارشناسان و افرادی که در این منطقه ماهیگیری میکنند وقتی با من صحبت کردند گفتن دلیل اینکه سوئز راجان اینجا در واقع لنگر انداخته است این است که فکر میکنن به خاطر اینکه قرار است نفتش از طریق سیستم تانکر به تانکر به تانکر دیگری منتقل شه، به نفتکش دیگری منتقل شه و بعد از اونجا اون نفتکش این نفت رو بیاورد در آبهای امریکا و خالی کنه، تخلیهش بکنه، قراره که به فروش گذاشته بشه. میگویند که قرار است اوایدش به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر داده بشه. اگر میبینید خانم و آقایان تصویر ما هی بالا پایین میشود، به گیرنده های خودتون دست نزنید. ما رو آبهای بین المللی هستیم و پرتلاطم هست، همینجور موج میاد میره. منم سعی میکنم اینجا تعادل خودم. به غیر از اون ما اینجا خواهیم بود و بعد اطلاعات دقیق و به روز رو تنها در تلویزیون ایران اینترنشنال در مورد سوئز راجان خواهیم